عامل سوم که بسیار مهم هست این هست که چربی ها اتلاف حرارتی پایین تری دارن و در استرس های گرمایی و تنش های گرمایی خیلی دست ما رو میگیرن. سلام، امروز میخوام در مورد علل افزایش چربی ها در خوراک طیور مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید چربی ها منبع بسیار بزرگی از انرژی هستند و برای اینکه انرژی دام و طیور خودمون رو ما بتونیم تأمین کنیم حتما نیاز به افزایش چربی و استفاده از چربی ها چه به صورت اسپری یا چه به صورت پودر شده در خوراک طیور داریم که بتونیم واقعا انرژی اینها رو به صورت خیلی خوب و به نحو احسن بالانس کنیم. یکی از مهمترین دلایل افزایش چربی در خوراک طیور این هست که ما در واقع هزینه های خودمون رو از این طریق میتونیم پایین تر بیاریم، چون اگر ما یه نسبت خوبی بتونیم بگیریم هزینه های افزایش چربی برای ما در خوراک طیور کمی پایین تر هست. اگر ما بتونیم و بخوایم از ذرت و سایر اقلام خوراکی و نهادهای دامی بتونیم استفاده کنیم، برای ما از نظر ریالی گرون تموم میشه و ما ناچاریم که از چربی های اسپری شده یا چربی های مایع و چربی های پودری در خوراک طیور استفاده کنیم. یکی از دلایل مهم استفاده از چربی های طیور انرژیزایی این هاست که 2.5 برابر بیشتر از پروتئین ها و کربوهیدرات ها اینها انرژی تولید می کنند. بحث دوم در رابطه با خوشخوراک کردن انرژی هست، خوشخوراک کردن خوراک هست، در واقع پالاتیبلیتی خوراک هست، یعنی که خوراک رو خوشمزه و خوشخوراک میکنه برای طیور و این عامل دوم هست. عامل سوم که بسیار مهم هست این هست که چربی ها اتلاف حرارتی پایین تری دارن و در استرس های گرمایی و تنش های گرمایی خیلی دست ما رو میگیرن. یعنی زمانی که ما تنش گرمایی داریم و استرس گرمایی داریم میتونیم با 2-3% افزایش چربی در جیره غذایی طیور ما میتونیم در واقع تنش گرمایی رو و استرس گرمایی رو در فارمهای طیور به حداقل برسونیم و کاهش بدیم که نهایتا ما میتونیم جلوی بسیاری از تلفات های خودمون رو بگیریم. از دیگر موارد مربوط به در واقع افزایش یا استفاده از پودر چربی یا اسپری چربی در کارخانجات خوراک دام یا اگر بتونیم خودمون دستی اضافه کنیم، بحث گرد و غبار گیری هست. یعنی گرد و غبار مربوط به خوراک رو از این طریق ما میتونیم در واقع بگیریم و اجازه ندیم که گرد و غبار در داخل فارممون و در بین گلمون شیوع پیدا کنه و نیاز به تهویه اضافی داشته باشیم و نیاز به انرژی اضافی داشته باشیم. عامل دیگه این هست که چربی ها عایق بدن هستند، در واقع یک عایقی رو برای کل بافت بدن به وجود میارن که در مقابل سرما دام و طیور، خصوصا طیور که بدن ظریف‌تری دارن و حساس هستند به سرما، این یک لایه چربی و یک لایه و دیواری رو در برابر سرما برای اینها درست میکنه. عامل بعدی افزایش اسید لینولئیک هست که این اسید لینولئیک جزو اسیدهای چرب هست. وقتی این اسید در واقع در خوراک دام بیشتر میشه، این حساسیت مربوط به گرما رو و در واقع ویتامین هایی که مربوط به حلالیت در چربی میشن، مثل ویتامین های آ، کا، د، ای، اینها در بافت چربی افزایش پیدا میکنه. ما هر چقدر در واقع از میزان 2-3% این رو اگر به 7% برسونیم، یعنی میزان چربی که به طیور میده مگر از 3% به 7% برسونیم، طبق مقالات علمی که ارائه شده جذب ویتامین آ ما از 20% به 60% میرسه. در واقع ما جذب ویتامین آ بیشتری رو در رابطه با چربی خواهیم داشت. از طرفی ما در واقع غذامون خوش خوراک میشه، پلتی که ما درست میکنیم و غذایی که ما در اختیار طیور قرار میدیم، ما انتخاب رو از طیور خودمون سلب میکنیم.
اگر غذا به صورت مشف و به صورت پودری داده بشه، همونطور که میدونید در واقع طیور حق انتخاب دارند، دانه ها رو جدا میکنند و مواد معدنی و ویتامین ها این همش در داخل در واقع دانخوری ها میمونه و ممکنه این انتخاب باعث بشه که مواد معدنی و ویتامینه و مکمل ها به خوبی در دسترس طیور قرار نگیره. وقتی ما چربی ها رو به مواد غذایی اینها اضافه میکنیم و به صورت پلت در میاریم، در واقع حق انتخاب رو از طیور میگیریم و به کل و تماماً مواد غذایی وارد بدن طیور میشه و کاملاً مورد استفاده قرار میگیره. یکی از مهمترین عواملش که ما از چربی ها استفاده میکنیم بحث جذب آرام هست و حرکات آرام دستگاه گوارش هست. هر چقدر این حرکات آرام باشه در دستگاه گوارش، به همون میزان آنزیم ها بیشتر روی مواد غذایی تأثیر میذارن و هر چقدر آنزیم ها روی مواد غذایی بیشتر اثر بذارن، به همون مقدار میزان جذب مواد غذایی، میزان جذب پروتئین ها، اسیدهای امینه، مواد معدنی و مکمل ها در واقع بیشتر میشه و ما در واقع میتونیم بازده بیشتری رو از مواد غذایی خودمون داشته باشیم. اینا همش مواردی بودن که در استفاده از چربی طیور ما باید این نکات رو رعایت کنیم. در واقع در کل ما میتونیم بگیم که اضافه کردن چربی طیور بسیار کار خوبی هست. قیمتمون میاد پایین، هزینه هامون میاد پایین. از طرفی باید به یه نکته هم ما خیلی واقف باشیم که ما بیشتر از 5% و 6% چربی رو در جیره غذایی طیور ما نباید اضافه کنیم، برای اینکه ما از طرفی باید هوشیار باشیم که بحث کبد چرب هست، که مراقب باشیم که کبد چرب خصوصا در بوقلمون ها این اتفاق نیفته، در بازها این اتفاق نیفته، چون در طیور به هر حال 45 روزه ما اینها رو وارد بازار میکنیم زیاد مهم نیست، ولی به هر حال در بوقلمون ها و طیور و تخم گذار حتما باید ما اینها رو در واقع رعایت کنیم. مسئله بعدی بحث میکس کردن چربی ها هست. شما وقتی چربی ها رو در واقع به مواد غذایی طیورتون اضافه میکنید، حتما باید یک روب در میکسر اینها در واقع مخلوط بشن که به صورت تمام با زیره غذایی و خوراک طیور اینها قاطی بشن که در تمامی اجزای مواد غذایی اینها بتونن در واقع اسپری بشن یا در واقع بتونن جذب اون مواد غذایی بشن که قابل استفاده برای طیور باشه. این دو تا نکته رو در کنار استفاده از چربی ها حتما در نظر بگیرید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.